با سلام و درود، کلکسیون بزرگترین قاچاقچی دنیا، ثروت و دارایی ال چاپو. چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما فقط کافیه که ویدیو رو لایک کنید. در ادامه با افس تیوی همراه باشید. ال چاپو یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان رو قطعا همتون میشناسید. او کسیه که شبکه‌ای به نام سینالوا رو داره که کارش توزیع مواد مخدر در بیش از 40 کشور دنیاست. جالبتر این که او چندین بار تونسته با روش‌های عجیب از زندان فرار کنه و از طرف مجله فوربس در رده 40 قوی‌ترین افراد جهان قرار گرفته. اما حتما میپرسید مگه چقدر پول میتونه داشته باشه؟ که من بهتون میگم چیزی در حدود 4 بیلیارد دلار. ال چاپو به سکاندار هواپیماداران جهان هم تبدیل شده، چون او در حدود 600 هواپیمای شخصی داره، بیش از 10 تا هلیکوپتر و حتی زیردریایی هم داره تا به عنوان فردی منحصر به فرد در بین خلافکاران تبدیل بشه. اما بالاخره ال چاپو دستگیر شد و توسط دولت مکزیک به آمریکا تحویل داده شد و دولت مکزیک هم اموال او رو مصادره کرده که من قصد دارم چند تاشون رو به شما نشون بدم. دوچ وایپر، این ماشین دارای 500 اسب بخاره که بسیار هم پر و سر و صدا است، بنابراین حتما ال چاپو برای تفریح از اون استفاده نمی کرده. هامر H2، همونطور که مشخصه این خودرو انگار برای خلافکاران طراحی شده، چون چهره و قدرت بسیار خشمگینی داره. موتورسیکلت دوکاتی مانستر، موتورسیکلتی که هر کسی که توان خریدش رو داشته باشه قطعا یه دونه برای خودش خواهد خرید که ال چاپو این کار رو کرده. دوج چلنجر SRT، یک خودروی قدرتمند دیگر در کلکسیون ال چاپو. قطعا ال چاپو با توجه به قدرت این ماشین که 470 اسب بخاره میخواسته نشون بده که با افکار تبهکارانه و با هدفی خلافکارانه این خودرو رو خریداری کرده. مرسدس بنز CLA45 AMG، یک ماشین سوپر لوکس که نشون میده ال چاپو عاشق مهمانی و پارتی نیز بوده. جیپ رانگلر، شاید این موضوع رو ندونید که در مکزیک احتمالاً درصد زیادی از خلافکاران این مدل جیپ رو دارن، چون نیاز دارن که ماشینی داشته باشن که در تمام شرایط آب و هوایی مفید باشه. فورد موستانگ فاکس بادی، نسل سوم از فورد موستانگ که هر کسی در زمان خودش دوست داشته یه دونه از اون رو داشته باشه و باز هم ال چاپو. فورد موستانگ نسل پنجم که نشون میده ال چاپو علاقه زیادی به این شرکت داشته. مرسدس بنز SLR مکلارن، این خودرو توسط شرکت رنتش بینه‌سازی شده و کاری مشترک از دو شرکت بنز و مکلارنه. گفتن نداره که این ماشین یه خول بیشاخ و دومه و قیمت سرسام‌آوری نیز داره، اما خب ال چاپو هم پولش رو داره. مرسدس بنز SLS AMG، بیشک یکی از بهترین و گرانترین خودروهای سوپر لوکس جهان همین ماشینه که ال چاپو هم به فکرش بوده. جالبه بدونید از این مدل ماشین فقط یه دونه در ایران وجود داره و قیمت اون 10 میلیارد تومانه. نیسان GTR، زمانی که ال چاپو فقط 30 سالش بوده ماشین‌های ژاپنی برای نخستین بار به آمریکا صادر شدند که همان زمان ال چاپو که به دنبال سرعت و قدرت بود یه دونش رو خریداری کرد. دوچرام ضد گلوله، مگه میشه که سلطان مواد مخدر باشی و یه دونه دوچرام ضد گلوله نداشته باشی؟ نسخه ای کپی شده از دو چارجر پلیس. جالبه بدونید که ال چاپو معروف به استاد هیله و ترفند هم بوده، بنابراین گاهی قاچاقش رو در ماشین پلیس انجام میداده. مرسدس بنز G63، یک خودروی عیانی و اشرافی آلمانی، حتما باید در کلکسیون ال چاپو می بود.
هواپیمای سنا 206. این هواپیما میتونه در ارتفاع کم و دور از چشم رادارها پرواز کنه. هواپیمای راکول کامندر. این هواپیما دارای 11 صندلیه و بسیار جا داره که میتونه انواع تجهیزات رو منتقل کنه. بل رنجر قطعا یک هلیکوپتر میتونه عملیات‌های ویژه‌ای رو انجام بده. بوئینگ 747. این هواپیما فقط برای اینه که گستردگی و بزرگی عملیات‌های الچاپو در ذهن شما جا بگیره. فکر کنید تمام این هواپیما رو پر از مواد مخدر کنن و از یک کشور به کشوری دیگر پرواز بدن. هواپیمای کاراول. قطعا سرعت بی‌نظیر این هواپیما لازمه کار این قاچاقچی بوده. و در نهایت زیردریایی. این زیردریایی برای وقتیه که حجم کارتون بالا باشه و نتونید از هواپیما استفاده کنید. پس چی بهتر از یک زیردریایی و فرار از رادارهای پلیس؟ همراهان گرامی، فراموش نکنید که نظرات خودتون رو درباره الچاپو برای من توی کامنت ها بنویسید.